سلام، با ما باشید با مشروع خبرهای امروز. نازنین کاظمی هستم و من سوگل آزمون. ابتدا سرخط خبرها. فرماندار چابهار خبر از کشته شدن یک بمبگذار انتحاری در این شهرستان داده است. عباس جعفری دولت آبادی 20 نفر در ارتباط با ترورهای هسته‌ای دستگیر شدند. تعرفه سالانه حق استفاده از تلفن‌های ثابت و همراه در ایران بیش از 1.5 برابر افزایش یافت. یک عامل انتحاری در شهر چابهار استان سیستان و بلوچستان کشته شد. این فرد که در تلاش برای ورود به داخل مقر نیروی انتظامی بوده، در ورودی شناسایی شده و هدف قرار گرفته است. ایرج حیدری فرماندار چابهار با اعلام این مطلب افزود، عامل انتحاری مجهز به سلاح کلت کمری و کمربند انفجاری بوده و همچنین نارنجک حمل می‌کرده. فرماندار چابهار خاطر نشان کرد این فرد بعد از اینکه متوجه شناسایی خود شد، اقدام به تیراندازی به طرف نگهبان دژبان درب ورودی می‌کند که در اثر این تیراندازی یک سرباز زخمی می‌شود. سال‌های 89 و 91 نیز چابهار شاهد انفجارهای انتحاری بود که گروه جندالله عامل آن معرفی شد. در خبرهای منتشر شده از عملیات انتحاری به هویت بمبگذار اشاره‌ای نشده است. در گفتگو با ناصر بلاده‌ای سخنگوی حزب مردم بلوچستان پرسیدیم آیا احتمالی درباره هویت و نیت این بمبگذار وجود دارد؟ متاسفانه در رابطه با هویت این فرد چیز جدیدی بیرون نیومده کی بوده و در جریان قبلی که در چابهار اتفاق افتاد یک عملیات انتحاری بود، اون هم در طبق چیزی که رژیم میگفت اون فرد بعدا معلوم شد که به هر حال بلوچ نبوده و از منطقه بلوچستان هم نبوده و کسی بوده که از جای دیگه به اصطلاح از طرف گروهی که به اصطلاح به عنوان انصار حرکت ایران اعلام کرده بود اونا فرستاده بودن داخل. حالا از کجا بوده اونش مشخص نیست، ولی این دفعه هم تا هنوز مشخص نیست این فرد به اصطلاح بلوچ بوده یا از منطقه بوده و یا اینکه در یک همکاری بین گروهایی که در این گونه عملیات انجام میدن این کار انجام گرفته و اونا شاید با هم دیگه در شرایط دیگری و به شکل دیگری همکاری میکنن و ضرورتا هم همیشه از افراد محلی برای این کارها استفاده نمیکنن. این مسئله عملیات انتحاری در بلوچستان متاسفانه در بلوچستان پاکستان در کویت هم به همین شکل اتفاق میفته، در زرنج هم اتفاق میفته و معمولا دولت‌های ایران، پاکستان و افغانستان همدیگر را متهم به این کارا میکنن. بلوچستان متاسفانه با توجه به موقعیت جغرافیایی که داره، تقسیمش بین این سه کشور و اساسا اینی که هر سه کشور مردم بلوچ به عنوان بیگانه میبینن، یک بخشی از خود کشور خودشون هم به عنوان جایی که میتونن درگیری ها و اون مسائل ایدئولوژیکی و اذیت آزاری که نسبت به همدیگه میخوان داشته باشن اینا رو در بلوچستان انجام میدن. متاسفانه که میبینیم در پاکستان همین عملیات انجام میگیره و دولت ایران و یا مثلا دولت پاکستان و افغانستان رو متهم میکنه، در افغانستان اتفاق میفته دولت ایران و پاکستان اتفاق متهم میکنه و در ایران اتفاق میفته هم مسئله رو به افغانستان و پاکستان. و به نظر کلی ما کسایی که در بلوچستان کار میکنیم، نظر ما اینه که این مسائل بیشتر برای ناهم کردن منطقه بلوچستان از طرف هر سه دولت هستش و یک هماهنگی هایی هم آدم بین این سه دولت در رابطه با ناهم کردن و اینی که زندگی رو بر مردم بلوچ به اشکال مختلفی خیلی زنجاور در واقع باید بگیم بکنن، خیلی اذیت بکنن، این کارا رو انجام میدن که هدفشون همون به صلاح قبل نگه داشتن بلوچستان از لحاظ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و اینکه مردم بلوچ به اشکال مختلفی متهم بکنن، از قبیل قاچاق فروشی و یا اینکه مسئله این مسائل مذهبی و اختلافات مذهبی، در حالی که قبلا در بلوچستان در همه مناطق بلوچستان شیعه، سنی، زکری و به صلاح هندو سیکم زندگی میکردن، هیچ کسی هیچ مشکلی نداشته. اینا فقط این پدیده مدرن دولت سازی خاورمیانه است که تانوز با خودش با سر سر نیومده و نمیدونه واقعا چیکار بکنه و این مشکلات هم برای کشور خودشون و هم برای مردم دارن درست میکنن. پیش از این عملیات انتحاری در این منطقه به ندرت، آن هم توسط گروه شبه نظامی جندالله انجام شده بود. از آقای بلاده‌ای همچنین پرسیدیم آیا این عملیات را می توان نشانه از شیوه جدید اعتراضی در این منطقه دانست؟ این اصلا کلا جنبش مذهبی در بلوچستان یک چیز جدیدیه و اینو میشه کاملا ربط داد به بعد از آمدن طالبان در افغانستان و رژیم جمهوری اسلامی حمایتش از بخشی از گروه‌هایی که در مخالف طالبان بودن، گروه طالبان هم بخشی به صلاح از نیروهای مذهبی بلوچ رو به طرف خودش جذب کرد که اینا بعد از شکست طالبان سرازیر منطقه بلوچستان شدن.
قبلا در بلوچستان خب همیشه با دولت‌های ایران، چه دولت محمد رضا پهلوی بوده یا دولت جمهوری اسلامی ایران، به اشکال مختلفی نارضایتی بوده و اینا به شکل مسلحانه بروز می‌کرده و کمان که امروز هم هستش. مثلا اینه که مثلا در دو ماه قبل در چابار عملیات دیگه هم انجام گرفت که تعداد بیشتری کشته شدن، ولی خب در اخبار نیومد چون به سبب عملیات انتحاری نبود و رژیم هم اون مسئله جنبه مذهبی و تبلیغاتی درش نمیدید. کمان که مثلا در بلوچستان پاکستان چون جنبش ملی اونجا قوی هستش، نیروهای مذهبی که هم هستن بیشتر پنجابی هستن و یا جاهای دیگه بلوچستان هستن که اینا رو دولت پاکستان به سرازیر کرده در اونجا. در بلوچستان ایران خوب این مقداری فرق میکنه، هم نیروهای خارجی رو در برخز نیرو آوردن و هم این که این نیروهای مذهبی در پاکستان و افغانستان هم به اشکال مختلفی تونستن تعدادی از بلوچ‌ها رو هم به طرف خودشون جلب بکنن. و این کاملا پدیده جدیدیه که بعد از شکست طالبان در افغانستان در بلوچستان رشد و گسترش بیشتری پیدا کرده. گفتگوی ما را با ناصر بولادی شنیدید. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران خبر از دستگیری 20 نفر مرتبط با ترورهای هسته‌ای داد. به گزارش خبرگزاری فارس او گفته است برای این 20 نفر کیفرخواست صادر شده و 18 نفر از آنها نیز در دادگاه محاکمه شدند. آقای جعفری که در حاشیه مراسم تودی و معارفه سرپرست دادسرای جرایم رایانه‌ای سخن می‌گفت، افزود در سال گذشته دستگاه‌های امنیتی با همکاری دادستانی تهران اقدام خوبی برای دستگیری جاسوسان دستگاه‌های خارجی انجام دادند. با کشته شدن دو استاد فیزیک هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی در آذر ماه سال 89 حکومت ایران این ترورها را هسته‌ای نامید. مقام‌های ایران، آمریکا، اسرائیل، MI6، ناتو، گروه 5 به علاوه یک اتحادیه اروپا و معترضان به انتخابات سال 88 را به ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با این انفجارها متهم می‌کنند. دادستانی ترکیه برای 4 متهم به جاسوسی در این کشور از جمله 2 شهروند ایرانی درخواست 15 تا 20 سال زندان کرد. روزنامه تودی زمان چاپ ترکیه امروز به نقل از دادستانی این کشور اعلام کرده است این افراد از طرف نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برای جمع‌آوری اطلاعات حساس و محرمانه درباره ارتش، وزارت اطلاعات ترکیه و برخی نهادهای دولتی این کشور اجیر شده بودند. در ماه اوت سال گذشته نیز 7 نفر به اتهام جاسوسی برای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در شهر اقدیر ترکیه بازداشت شدند. اتهام این افراد تلاش برای ایجاد اغتشاش در مناطق کردنشین و برخی مناطق دیگر ترکیه اعلام شد. پیش از این و در 3 خرداد ماه روزنامه حریت ترکیه نیز گزارشی در مورد فعالیت‌های جاسوسی ایران در ترکیه با خدمت گرفتن از زنانی که به ازدواج موقت مقام‌های نظامی و امنیتی این کشور در می آمدند منتشر کرده بود. و حالا نوبت می رسد به اخبار کارگری امروز. دبیر خانه کارگر قزوین: افزایش 98% حوادث کار حاصل ضعف آموزش های تخصصی است. یک فعال کارگری در صنعت داروسازی: اگر دولت از تولید کنندگان داخلی دارو حمایت نکند، احتمال وقوع بحران‌های کارگری بیشتر می‌شود. بخشی از بیانیه اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری: دولت به کارگران هم سبد کالای ماه رمضان بدهد. رئیس انجمن صنفی کارگران نانوایی‌های استان اصفهان: مزد کارگران نانوایی‌ها در سال 92 افزایش پیدا نکرده است. یک فعال صنفی معلمان: دولت و مردم هر دو از وجود تشکل‌های مستقل صنفی سود می‌برند. مرگ ستار بهشتی بر اثر ضربه و فشار روحی به صورت همزمان بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر، این را احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی به عنوان نظر نهایی این سازمان اعلام کرده است. نظری که به گفته او به عنوان گزارش نهایی این سازمان برای مراجع قضایی ارسال شده است. امروز همچنین عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران گفته است بازپرس پرونده تحقیقات خود را انجام داده و به زودی برای متهمان پرونده پس از اخذ آخرین دفاع کیفرخواست صادر خواهد شد. ستار بهشتی در آبان ماه سال گذشته توسط پلیس فتا، پلیسی که کشف و پیگیری جرم سایبری را بر عهده دارد، بازداشت شد و سپس به صورت مشکوکی در زندان درگذشت. پیشتر برخی اظهار نظرها
از گزارش‌های محرمانه پزشکی قانونی از مرگ ستار بهشتی بر اثر شکنجه در زندان خبر می‌داد، اما مقامات رسمی چنین اظهاراتی را تایید نکردند. دستگاه‌های نظارت اینترنتی ساخت آمریکا با وجود تحریم ایران به دست سازمان فناوری اطلاعات ایران رسیده است، سازمانی که زیر مجموعه سپاه پاسداران محسوب می‌شود. این را روزنامه واشنگتن پست در گزارشی که دیروز منتشر کرده نوشته است. بر اساس این گزارش، این دستگاه‌های نظارتی که می‌تواند برای سانسور اینترنتی و نظارت بر ارتباطات مخالفان دولت و روزنامه‌نگاران نیز به کار رود، توسط شرکت بلوکوت مستقر در کالیفرنیای آمریکا ساخته می‌شود. بر اساس این گزارش، این دستگاه‌ها در جاهای ردیابی شدند که قرار نبوده باشند. سانسور و فیلترینگ در ایران موضوعی است که همواره منتقدان جمهوری اسلامی بر آن انگشت می‌گذارند. نام ایران در سال‌های اخیر بارها در فهرست دشمنان اینترنت قرار گرفته است. و حالا سری می‌زنیم به آن سوی میله‌های زندان. محمد امین آگوشی، زندانی سیاسی کرد، روز نهم اعتصاب قضای خود را در زندان مرکزی زاهدان می‌گذراند. از مرخصی استعلاجی محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، ممانعت به عمل آمد. جمعی از زندانیان سیاسی زندان اوین و ندامتگاه مرکزی کرج به مناسبت سالگرد واقعه حمله به کوی دانشگاه سال 78 سه روز اعتصاب قضا کردند. محمد صادق ربانی املشی و ابراهیم بابایی با پایان یافتن مرخصی به بند 350 زندان اوین بازگشتند. نسرین ستوده، وکیل دادگستری، پس از اتمام مرخصی 4 روزه اش به زندان اوین بازگشت. صبح امروز انفجار خودرویی بمب‌گذاری شده در حومه جنوبی بیروت، منطقه‌ای که پایگاه اصلی حزب الله لبنان به شمار می‌آید، بیش از 50 زخمی بر جای گذاشت. این انفجار در حالی روی می‌دهد که تنش‌ها در لبنان تحت تأثیر بحران سوریه روز به روز در حال شدت گرفتن است. حزب الله لبنان در کنار نیروهای دولتی سوریه علیه مخالفانش می‌جنگد. این مسئله با مخالفت گروه‌ها و طیف‌های بسیاری در لبنان روبرو شده است و تنش‌های مذهبی را در این کشور شدت بخشیده است. علی المقداد، نماینده پارلمان لبنان و از اعضای حزب الله، گفته است عاملان انفجار می‌خواهند در لبنان فتنه بپا کنند. مروال شربل، وزیر کشور لبنان، هم پس از بازدید از محل انفجار اظهار داشت که هر کسی در پای این انفجار بوده، هدفی جز ایجاد جنگ میان سنی ها و شیعیان نداشته است. حزب الله لبنان گروهی شیعی است که از نظام علوی مذهب بشار اسد در سوریه حمایت می کند. این در حالی است که اکثر مخالفان حکومت سوریه سنی مذهب هستند. در گفتگو با حسن فحص، روزنامه نگار و کارشناس خاورمیانه، پرسیدیم آیا می توان انفجار امروز بیروت را با ناآرامی های سوریه مرتبط دانست؟ بدون شک یکی از مسائل تاثیرگذار در انفجار بیروت امروز سوریه و ارتباط دخالت حزب الله در سوریه و در جنگ همراه رژیم بشار اسد هست. هم اگه یادمون هست، چند بار نیروهای به اصطلاح ارتش آزاد سوریه و جبهه نصرت تهدید کردند که ما مناطق نفوذ حزب الله در داخل لبنان خواهیم زد و جواب دخالتش در سوریه خواهیم داد. به خاطر این یک پررنگ‌ترین اشارات یا مثلا تأثیرات این مسئله سوریه هست. از آقای فخص همچنین پرسیدیم آیا امکان گسترش چنین اعمال خشونت آمیزی در لبنان با توجه به وضعیت موجود وجود دارد؟ فکر کنم مسائل خشونت آمیز در لبنان ادامه خواهد داشت. یعنی یه درگیری های متفرقه در این منطقه، در این منطقه یه بمب‌گذاری در اینجا، یه بمب‌گذاری در اونجا، ولی به سمت جنگ فراگیر داخلی یا بین طوائف فکر نمی کنم به اونجا ختم نشه. و چون کشورهای بزرگ و حتی در منطقه و بین المللی هم توافق کردن که نباید بگذاریم وضع لبنان منفجر بشه.
حسن فحص از دبی با ما بود. عدلی منصور رئیس جمهوری موقت مصر، حازم البابلاوی وزیر اقتصاد سابق را به عنوان نخست وزیر دولت موقت برگزید. همچنین محمد البرادعی مدیر کل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان معاون رئیس جمهور در امور سیاست خارجی برگزیده شد. به گزارش خبرگزاری الشرق الاوسط، مشورت ها برای تشکیل کابینه دولت موقت آغاز شده است. هفته گذشته ارتش پس از مشورت با شماری از شخصیت های دینی و سیاسی، محمد مرسی رئیس جمهوری اسلامگرای مصر را برکنار کرد. این اقدام پس از چند روز تظاهرات میلیونی علیه محمد مرسی با خواست استعفای او صورت گرفته است. هواداران مرسی از جمله حزب او، گروه اخوان المسلمین، این اقدام را کودتا دانسته و بر ادامه اعتراضهای خیابانی خود تا زمان بازگشت مرسی به ریاست جمهوری تاکید می‌کنند. در همین حال عدلی منصور رئیس جمهوری موقت مصر نیمه شب گذشته با صدور فرمانی جدول زمانبندی مرحله انتقال در این کشور را اعلام کرد. بر پای این فرمان تا 15 روز دیگر هیئت اصلاح قانون اساسی تشکیل می شود. این هیئت تا 2 ماه فرصت تدوین اصلاحات قانون اساسی را دارد. 1 ماه پس از آن اصلاحات قانون اساسی در معرض همه پرسی قرار می گیرد. این فرمان تاکید می کند حداکثر تا 6 ماه دیگر انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد و در اوایل سال آینده میلادی انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. فرمان رئیس جمهور موقت مصر هم با مخالفت گروه‌های اخوان المسلمین روبرو شد و هم با مخالفت جنبش تمرد، گروهی که اعتراض‌های اخیر علیه مرسی را سازماندهی کرده است. به گزارش رویترز، اسامه الاوریان معاون رهبر گروه اخوان المسلمین گفته است این فرمان در راستای کودتای صورت گرفته علیه رئیس جمهوری قانونی است و هیچ مصداقی ندارد. اما جنبش تمرد اعلام کرده این فرمان باعث تثبیت دیکتاتوری می‌شود و آن را نمیپذیرد. تمرد از زبان سخنگوی خود افزوده که اصلاحیه‌ای بر فرمان منتشر شده توسط رئیس جمهوری موقت مصر در حال آماده شدن است. و به سوریه می رویم. خبرگزاری رویترز به نقل از 5 منبع در اداره امنیت ملی آمریکا خبر داده است کمیسیون هایی در کنگره در مقابل طرح ارسال اسلحه برای مخالفان حکومت بشار اسد مانع تراشی می کنند. بنابر این گزارش 2 کمیسیون اطلاعات در مجلس سنا و نمایندگان آمریکا مبلغ رصد شده به منظور تهیه اسلحه برای مخالفان حکومت سوریه را تا اطلاع ثانوی بلوکه کردند. نمایندگان بیم آن دارند که اسلحه به دست گروه‌های تندروی اسلامگرا از جمله جبهه نصرت برسد که ایالات متحده آن را گروهی تروریست می‌داند. از این رو نمایندگان خواستار توضیحات بیشتری درباره چگونگی ارائه کمک‌های نظامی به مخالفان حکومت بشار اسد هستند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته مجوز کمک تسلیحاتی به مخالفان حکومت اسد را صادر کرده است. و شامگاه گذشته درگیری ها میان نیروهای پلیس ترکیه و معترضان در میدان تقسیم استانبول از سر گرفته شد. نیروهای پلیس برای متفرق کردن صدها معترضی که قصد تحصن در پارک گزی در میدان تقسیم داشتند، اقدام به شلیک گاز اشک‌آور کردند. این رخداد چند هفته پس از آن روی می‌دهد که پلیس ترکیه موفق به بیرون راندن متحصنان معترض از پارک گزی شد. اعتراض‌های اخیر ترکیه پس از آن آغاز شد که دولت قصد داشت برای توسعه میدان تقسیم بخشی از پارک گزی را تخریب کند. برخورد پلیس با معترضان به تخریب بخش‌های از پارک باعث گسترده شدن اعتراض ها و سیاسی شدن آن شده بود. و حالا نوبت میرسد به 1 جمله و 1 خبر. جعفر شجونی: احمدی نژاد قابل اصلاح نیست. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: ایران از نظر سیاسی نصف جهان است. محمود احمدی نژاد خطاب به حضار: محمود احمدی نژاد به عنوان آخرین میراث ایرانیان ثبت جهانی شد. وحید جلیلی، برادر سعید جلیلی: با وحدت لولو محور مردم را ترساندند.
تعرفه سالانه حق استفاده از شماره های تلفن ثابت و همراه در ایران بیش از 1.5 برابر افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد علی فرقانی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته است تعرفه سالانه حق استفاده از هر شماره تلفن ثابت از 1000 ریال به 1600 ریال و تلفن همراه از 2000 ریال به 3200 ریال افزایش یافته است. به گفته آقای فرقانی، این اقدام با توجه به مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات انجام شده است. عباس معمارنژاد، رئیس کل گمرک ایران، میگوید ورود بیش از 140 دستگاه خودروی پرشه به داخل کشور با تقلب صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری مهر، معمارنژاد کل خودروهای پرشه وارد شده از جزیره ابو موسی را بیشتر از 38 دستگاه ندانسته است. او خبر داده که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای ورود غیرقانونی 144 دستگاه خودروی پرشه پرونده تشکیل داده است. بر اساس آمار گمرک ایران، در اواخر بهمن ماه سال گذشته 500 دستگاه خودروی پرشه از جزیره ابو موسی وارد ایران شده. پیش از این اخباری در رسانه‌های داخلی منتشر شده بود که حکایت از ورود بیش از 100 پرشه به ارزش تقریبی 20 میلیون دلار در 5 ماه نخست سال جاری داشت. محمد صادق مفتح، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، گفته است سالیانه 14 میلیارد دلار جنس کشور قاچاق می شود. این در حالی است که ایران به خاطر تحریم ها و کمبود ارز مجبور شده است در 3 ماه اول سال جاری واردات قانونی خود را تا 26% کاهش دهد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای مفتح گفته است ایران جز کشورهایی است که بالاترین میزان قاچاق سیگار را دارد. او همچنین افزوده که 80-90% لوازم آرایشی کشور قاچاق است. او یکی از تبعات قاچاق کالا را 1800 میلیارد تومان فرار مالیاتی دانسته است. بازنشستگان اتوبوسرانی تهران امروز در مقابل شورای شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. وبسایت کلمه گزارش داده این تجمع به دلیل آنچه محاسبه نشدن 10 سال از سابقه بیمه جمعی از بازنشستگان اعلام شده برگزار شده است. حسن بیادی، نایب رئیس شورای شهر تهران، این تجمع را حرکتی کاملا هدایت شده و در راستای دیر اعلام کردن نرخ جدید کرایه های اتوبوسرانی دانسته است. تجمع کنندگان با در دست داشتن پلاکاردهایی خطاب به شهردار و رئیس شورای شهر خواهان اجرای قانون شدند. رسول خادم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، و محمد تقوی، معاون پارلمانی شهرداری تهران، نیز مطالبات تجمع کنندگان را کاملا قانونی دانستند و خطاب به آنان اعلام کردند به دنبال اجرای قانون خواهند بود. و حالا نرخ سکه و ارز در بازار امروز تهران. امروز دلار بدون تغییر نسبت به روز دوشنبه در بازار تهران 33000 ریال فروخته شد. پوند با 150 ریال کاهش 50200 ریال به فروش رفت و نرخ فروش یورو نیز با 100 ریال کاهش نسبت به دوشنبه 43100 ریال بود. سکه بهار آزادی طرح جدید هم با 110000 ریال کاهش نسبت به روز دوشنبه 10,890,000 ریال در بازار تهران معامله شد. آب آشامیدنی در اصفهان جیره بندی شده است. این را مجتبی قبادیان، معاون شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان، به خبرگزاری ایلنا گفته است. به گفته او آب موجود در شبکه توزیع اصفهان تا 30% کاهش یافته و ممکن است همین مقدار آب هم در شهریور ماه موجود نباشد. محمد فقیه خراسانی، نماینده استان یزد، در شورای عالی این استان نیز خبر از جیره بندی آب در آینده نزدیک در یزد داده است. در یک سال اخیر دو استان یزد و اصفهان بر سر آب تنش هایی داشتند. مردم ورزنه اصفهان 9 اسفند ماه سال گذشته در اعتراض به کمبود آب و انتقال حق آبشان به استان یزد با نیروهای ویژه درگیر شدند. معترضان 3 دستگاه اتوبوس حامل نیروهای ویژه را به آتش کشیدند. و خبر آخر، اینکه ضرورتی برای پخش ربنای محمد رضا شجریان در ماه رمضان نمی‌بینیم.
اینراد نقی سهرابی، مدیر کل روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است بیش از 30 سال حداقل خاطره 3 نسل از ایرانیان در ماه رمضان به مناجات ربنای این خواننده ناماشنای ایرانی گره خورده است، اما از 3 سال پیش صدا و سیمای جمهوری اسلامی از پخش این دعا خودداری کردند. همکارم میثم ارشدی نگاهی انداخته به ماجرای عدم پخش دعای ربنای محمد رضا شجریان از صدا و سیما. این دهان همه از خدایی به سوی خدا بروی. اگر بخواهیم از صداهای ماندگار در خاطره جمعی ایرانیان نام ببریم، بیشک مناجات ربنای محمد رضا شجریان در شماره نخستین هاست. من مثالی را بزنم، ببینید ربنای شجریان، ربنای استاد شجریان چه تأثیر فرهنگی رو در جامعه ما داشته. تقریبا همه خانواده آرزو میکنند که روزه خودشون رو با صدای شجریان و ربانای شجریان افطار کنند. این اثر سازنده و مفید یک خلق هنری است. پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، محمد رضا شجریان در همراهی با اعتراضات مردمی در نامه‌ای به عزت الله زرقامی مسئول صدا و سیما و منصوب رهبری از وی خواست تا از پخش آثار او خودداری کند. آقای شجریان اما در همین نامه به صورت خاص اجازه پخش مناجات ربنا را به صدا و سیما داد، ولی اعلام کرد که تا زمانی که وارون نمایاندن واقعیت‌ها در صدا و سیما صورت می‌پذیرد به پخش سایر آثارش از شبکه‌های مختلف آن رضایت نخواهد داد. در پی این نامه صدا و سیما پخش کلیه آثار آقای شجریان را متوقف کرد. اما اصرار این سازمان بر ممنوعیت پخش صدای محمد رضا شجریان از مواردی است که باید ریشه های آن را در واهمه حکومت از اقبال چهره های سرشناس مردمی جستجو کرد که با حکومت سر ناسازگاری می گذارند. تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، که من بیزارم از دیدار. هرچند در روزهای گذشته و به ویژه پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، اخباری مبنی بر امکان پخش ربنای شجریان از شبکه‌های مختلف صدا و سیما شنیده شد. حتی یکی از نمایندگان مجلس درخواست کرد تا ربنای شجریان از رسانه ملی پخش شود، اما نقی سهرابی مدیر کل روابط عمومی صدا و سیما گفته است که با توجه به تولیدات جدید در صدا و سیما چندان ضرورتی برای پخش دعای ربنا با صدای محمد رضا شجریان احساس نمی شود. اما ظاهراً این بار نظر صدا و سیما به نظر آقای خامنه ای نزدیک تر است که چندی پیش گفته بود ربنایی که شجریان خوانده و در ماه رمضان قبل از اذان مغرب می گذارند یک کار هنری است، یک کار حالی نیست و مناسب نیست که بعد از اذان کسی بخواهد آنطور چیزی را بگذارد. و به نظر آقای خامنه ای می رسد که همین صدای معمولی مسجدی ما بهتر و مناسب تر باشد.
آنچه واضح است حاکمان ایران چه اجازه پخش ربنای شجریان از صدا و سیما را بدهند و چه ندهند، مناجات و صدای او با خاطره ایرانیان از ماه رمضان و افطارهایشان عجین شده است. همه از خدا این به سوی خدا برویم. گزارشی بود از میثم ارشدی و ممنون از اینکه با این بخش خبری با ما همراه بودید. شب و روزتان خوش و خدا نگهدار. خدا نگهدار.